بافتنی همه بافتن. میخوام بفهمی فرق بافته از اصل رو تشخیص بدی. بافتن و همه بافتن، همه بشناسی جامعه رو کلا سرتون نذارن، چون کلا سرت میذارن. کم آدم کشتن، هر کی به قدرت رسیده کشته. دعوای شیوخه، همشون وقتی قدرت داشتن مخالفینشون رو تکفیر کردن. دستور داد آقا بزنید بکشید، این اصلا دین نداره. بشناسید جامعه رو کلا سرتون نذارن، چون کلا سرت میذارن. تکفیری هم همدیگه رو قبول ندارن، الحمدلله. دستور داد آقا بزنید بکشید، این اصلا دین نداره. مسخره کردید خودتون رو، خودت نکن، تو چیکار نکن، تو نشی ریزه به جهنم دیگه. بس کلا سرتون نره، موضوع یه چیز دیگه است. فکر کن، نذارید ببافن. میخوام بفهمی فرق بافته از اصل رو تشخیص بدی. قرارداد بر دو پایه بنا شده. قرارداد، هر قراردادی، یکی شرایط فردی، یکی شرایط اجتماعی. قراردادها نمیتونن ابدی باشن، چون بر پایه شرایط زمان و شرایط فرد پایه‌گذاری میشن. برای همین ما قرارداد ابدی نداریم. شرایط زمان و شرایط فرد، شرایط اجتماعی و شرایط فردی وقتی تغییر میکنه، قراردادها تغییر میکنه. که حالا شما نه یه قراردادی که 1400 سال پیش پیامبر برای جامعهش گفته و اون روز قرارداد درستی بوده رو بیاره بزن تو سر ما. خودت نکن، توشکاتو نکن. شما باید جامعه اون روز رو بشناسید، بفهمید چی داره میگه پیامبر، تو چه فضایی داره پیامبر صحبت میکنه. بشناسید جامعه رو کلا سرتون نذارن، چون کلا سرت میذارن. بافتن و همه بافتن. میگه پیامبر نشسته بود سر سفره. سفره اصلا سفره چند سال درست شده؟ سفره کجا بود؟ سفره چی اصلا؟ بعد اونی که ساخته معلوم میشه که ایرانی بوده که گفته سفره. خودت نکن، توشکاتو نکن. بافتنی همه بافتن، الحمدلله. تو طول تاریخ همه خودشون رو نشون دادن. مسیحی ها نشون دادن، یهودی ها نشون دادن، مسلمان ها نشون دادن، بودایی ها نشون دادن، زرتشتی ها نشون دادن، بهایی ها نشون دادن. همه الحمدلله خودشون نشون دادن. هر وقت قدرت داشتن، هر کاری دلشون خواستن، هر کدومشون کردن. همشون وقتی به قدرت رسیدن، چون آدم بوده دیگه. پیامبره که به قدرت نرسید، نه حضرت موسی علیه السلام به قدرت رسیده، نه عیسی مسیح، نه پیامبر اکرم. به اسم عیسی مسیح، به اسم موسی کریم، به اسم پیامبر، به اسم زرتشت، به اسم فلان یه عده به قدرت رسیدن. هر کاری دوست داشتن کردن. بستگی داره به حافظه تاریخی تو. بافتن و همه بافتن، همه. میگه آقا به پاپ توهین بکنی فلان میشی، اون میگه به مفتی توهین بکنی فلان میشی، اون میگه به مجتهد توهین بکنی فلان میشی، اون میگه به امام معصوم توهین کنی، اون میگه به زرتشت توهین کنی فلان. همشون همینا رو گفتن. همشون وقتی قدرت داشتن مخالفینشون تکفیر کردن، سر زدن، گردن زدن، کشتن. دستور داد آقا بزن بکشید، اصلا دین ندارن. اون یکی داد سنی‌ها رو کشتن، اون یکی داد شیعه ها رو کشتن. بودایا و برهمایا جنگیدن، اصلا جنگاشونو بخونید. قتل عامی که کردن تو تاریخ بی‌نظیره. کم آدم کشتن، هر کی به قدرت رسیده کشته. چیزایی که بافتن تو طول زمان، یارو نشسته فکر کرده، فهمیده بافته است، میگه ببین بافته است، ولی تو نمیدونی بافته است، بهش اعتقاد داری. بعد میدونی مشکلش چیه، از حقیقت دور میشی، میافتی توی چاله دیگه. من یکی میاد میگه دینو کلا نمیخوام، میگم خب این ذهنش ذره کار میکنه، این دینو کلا نمیخواد. میخوام بفهمی فرق بافته از اصل رو تشخیص بدی، بدونی حقیقتش چیه، فرعش چیه، اینو بفهمی که بتونی راه درست رو بری. هر چی ایراد دارید بدین بیایید بیارید، من میخرم ازتون، پول میدم بهتون، شبهاتتون رو میخرم. هر چی به ذهن من نرسیده به ذهن تو رسیده، بیار من ازت میخرم. میدونی مثل چیه؟ معدن طلاست آقا، 4 ppm طلا داره، ولی طلاستا. الان کی معدن پیدا کنه 4 ppm طلا داشته باشه با یه ذخیره درست حسابی، کلاشو نمیندازه عرش، نمیگه این دیگه تموم شد، برد دیگه، رفت بالا. معدن طلا گیرم اومده، حالا این سنگو باید چیکار کنم، تراشو جدا کنم. میگه هیچ، یه حوضچه اسید درست کن، این سنگو بریز توش. سنگو میریزن تو اسید، آبش میکنن، بعد میبرن روش فرایند انجام میدن تا اون طلای خالصشو بکشن بیرون. بله من حاضرم همه دینمو بریزم تو اسید که تلاش در بیاد. بعد بگم بچه اینه دین. از تو اسید افتادن نباید بترسی. حاجی همه چی رفت زیر سوال. خب بره زیر سوال. حالا تو به همه چی که 90% هم اشتباهه میخوام معتقد باشه که چی بشه؟ که بعد ته دینداریمون بشه این دینداریمون تا دم گیت پرواز. از اونجا به بعد اصلا همه چی میپره خود به خود. این چه دینی شد پس؟ تا اینجاست دین ما دیگه. از اینجا به بعد دیگه دین نیست دیگه. حالا تازه ما میترسیم کسی ما رو بشناسه. اونا که نمیترسیدن که دیگه راحت ترم بودن. چه شانس نداریم که. حالا سرتون نره موضوع چیز دیگه است. چیزی که توضیح لازم نداره. من وظیفه من به همه توضیح بدم. اگه من حق کسی رو خوردم، حق کسی رو ضایع کردم، حرفی زدم که شبهه درست کرد، راجبش توضیح میدم. باید راجب کار زندگیم که برش توضیح بدم. حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه، موسی کلیم سلام الله علیه، حضرت رسول صلی الله علیه، حضرت زرتشت، حضرت ابراهیم، ادریس، الیاس، همه اینا رو جمع کن توی اتاق. سر سوزنی اینا با هم اختلاف پیدا نمی‌کنن چون عاقلن، آدمن، انسانن، هیچ مشکلی پیدا نمی‌کنن. همشون هم یه حرف دارن میزنن، تسلیم در برابر حق. از آدم تا خاتم یه حرف داشتن. آقا چیزی فهمیدی درسته بپذیر، تکبر نکن، حسادت نکن، لجاجت نکن، با حق نجنگ، مخفیش نکن، خاک روش نریز، جلوش وای نستا. کفر اینه که خاک بریزی روش، شرک اینه که جلوش وایسی، جلو حق وای نستا، جلو حق قد علم نکن، نگو منم حقم، خاک رو حق نریز. وقتی فهمیدی همه ادیان اومدن همینو بگن، همه انبیا اومدن همین کارو بکنن. بقیه‌اش دیگه آقا دعوای کشکیه دیگه، اون دیگه سر منافعه، اون دیگه دعوای شیوخه. همشون هم بعد انبیا از ادیان سوء استفاده، مردمو چاپیدن، کلیسا چاپیده، کلیسا چاپیده، مسجد چاپیده، همه. بخونید تو تاریخ ببینید اینا چیکار کردن. حالا الان نگن یه حجم رو بندازن تو فتونه، آخ آقا اسلام به درد نمیخوره به مسیحیت. آقا حضرت عیسی با حضرت رسول یه حرف دارن، دوتا حرف نمیزنن که، یه چیز دارن میگن. چیزی فهمیدی حقه بپذیر، خاک روش نریز، جلوش وای نستا. تو چه دعایی داری که بیای از قتل و جنایت دفاع بکنی؟ برای چی باید دفاع بکنی؟ نه آقا، هر کی تو عالم ظلم کرده اشتباه کرده آقا. در هر روزی از تاریخ ما با هیچ ظلمی موافق نیستیم. نه ظلمی که به مسلمان‌ها شد، نه ظلمی که به مسیحی‌ها شد، نه ظلمی که به کاتولیک‌ها شد، به پروتستان‌ها شد، به یهودی‌ها شد، به زرتشتی‌ها شد، به بهایی‌ها شد، به صوفی‌ها شد. ما با هیچ ظلمی موافق نیستیم، با هیچ قتلی موافق نیستیم. چه کاریه؟ تو فکر کنی که مثلا یه دینی داری حالا بعد همه اینا دفاع کنی؟ نه آقا، کار اشتباه هر کی کرده اشتباه بوده. ولی میخوام بگم همه از این کارا کردن. حالا امروز سیبل شده اینجا اسلام. چرا؟ شما همین امروز ببین دیگه، ما کشور مشغول مذاکرهن، کشتی که مربوط به ژاپنه رو تو دریای عمان میزنن. این اصلا اتفاقیه. خب الان ما تو معرضیم، یه عده بچه‌هامون رو گول زدن، این داستان داعش رو درست کردن، یه عده قبلش طالبان، بعد خود اینا فرقه دارن. یعنی اگه فکر کنی داعشیان با هم یکی ان، نه اینا هم فرقه دارن. جبهت النصره مثلا جیش الفلان رو قبول نداره، شباب الفلان نمیدونم چی، اصلا یه ولوشوییه. یعنی تکفیریام هم همدیگه رو قبول ندارن. الحمدلله. خب من میخوام بگم تو نشی هیزم جهنم دیگران. ببینید یک کتابی هست به اسم قرآن و کاری که باش کردیم اینه که فکر کردیم اگه عربی بلد باشیم میتونیم بفهمیمش. خب اگه اینجوری باشه همه عربا باید قرآن رو به بهترین شکل بفهمن، که رفتارها نشون میده که اینجوری نبوده تو طول تاریخ. چون اگه میفهمیدن همون زمان پیامبر قرآن رو، اصلا کسی جلو پیامبر وای نمیستاد، نه کسی مشرک میشد، نه کافر، نه خاک میریخت رو قرآن، نه جلو قرآن وای میستاد. ولی می‌بینید این اتفاق افتاده. از قرآن احساس خطر کردن، وقتی نفهمیش احساس خطر می‌کنی دیگه. چرا از قرآن ترسیدن؟ چون نفهمیدنش. خب عرب بودن چطور نفهمیدنش؟ بیشتر ربطی به این حرفا نداره. شما فارسین، از مولانا براتون میخونم، دیوان حافظ میارم اینجا واسهتون، فارسی میخونم، شما به من بگید یعنی چی. میتونید؟ فارسی شعر نمیتونی مفهومش رو بفهمی. برای همین که نتونستم بفهمن هزاران تهمت زدن به شعرا. میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مقام گوید. وقتی نفهمی چی داره میگه، میگه هیچی دیگه، این خیلی آدم کثیفی بوده. میگه می بریز، شراب بریز رو سجادت اگه پیرت گفت. او پیر مغان، این صوفی هم بوده. خب تو نمیفهمی اصلا یارو چی داره میگه. فارسی داره میگه ولی چرا نمیفهمی؟ میگه خب زبون عشق بلد نیستی، عاشقانه گفته. زبون عرفان بلد نیستی، عارفانه گفته. حکمت بلد نیستی، حکیمانه گفته. این همه تو طول تاریخ عرفا و فلاسفه رو سنگ زدن که نفهمیدن چی میگن. نمیفهمن دارن میکشنشون بیچاره ها رو. نمیفهمه یارو چی داره میگه. فارسی میگه ولی متوجه نیست. گوینده رو نشناسید اصلا معنای کلامو نمیفهمید. فکر می‌کنی عربی بلد باشی قرآنو میفهمی. راهو میگم اشتباه رفتی، مسیرو اشتباه رفتی، اصلی‌ها رو نشناختی، کلماتش مونده رو زمین هیچی به هیچی. این هم جنگ و دعوا و کشت و کشتار سر هیچ. نشناسید جامعه رو کلا سرتون نذارن. شما پیامبر رو برات توضیح ندادن. آره یه پیامبر درست کردن صبح تا شب ازدواج می‌کرده، زن می‌گرفته، ناخوناشو کوتاه می‌کرده، پنجشنبه‌ها جمعه حنا می‌زده، عطر می‌زده بدنش. مسخره کردید خودتونو. خواستن پیامبر از چشت بندازن تو رو سرگرم ناخون گرفتن کردن و لباس اینجوری می‌پوشید. این شد پیامبر؟ پیامبر حالش چی بود؟ اینو به من بگو. حال پیامبر چی بود؟ اینو بعد برات توضیح میدادن. اونا رو گفتن که تو حواست از اینا پرت بشه. گفت کاری که ما کردیم هیچ نابینا نکرد. در درون خانه صاحب خانه را گم کردن. واسه اینکه تو رو سرگرم کنن، پیامبر با پای چپ میرفتش یا پای راست؟ میگم توالت نداشتن اون موقع. تو میگی با چپ برم تو یا با راست برم تو؟ تو رو سرگرمت کردن با این حرفا. نشسته آب بخور یا وایساده آب بخور. آقا ولمون کن بابا جون مادرتو. اصلا اونا مال شما. خوبه گفتین 1400 سال اینا رو دارید میگید. 1400 سال پیامبر چی گفت؟ غیر اینکه نشسته آب بخور یا وایساده آب بخور، بابا چپ برو توالت یا بابا راست بیا، پیشاو بشور اول یا پساو بشور، اینجوری وایسا اونجوری وایسا، مون تو اینجوری کوتاه کن، ناخن تو اینجوری بزن، حنا اینجوری بمال. اینا رو گفتین دیگه. خب گفتین دیگه، بس دیگه. از خودش چی میگی؟ پیامبر حالش چی بود؟ اینو به من بگو. حال پیامبر چی بود؟ 1400 سال پیامبر چی گفتی؟ پیغمبر حالش رو باید برات بگم. من اولین کسی که ازش پیامبر رو شنیدم، یک کتاب از اقبال لاهوری گیرم اومد. بچه بودم اینو میخوندم، زار زار گریه میکردم. مثلا بودم خدای اولین بار میبینم یک کسی از پیامبر عاشقانه حرف میزنه راجع به پیامبر. اصلا عجیب. یه کلماتی استفاده کرد راجع پیامبر. ببین چه موجود خوشمزه‌ای بوده این. چقدر قشنگ بوده، چقدر درجه. چجوریه که این عاشقشه؟ چرا ما باش ارتباط نداریم؟ بعد شما پیغمبر رو نمیشناسید، میخواید قرآن رو بشناسید؟ میشه مگه همچی چیزی؟ اصلا پیامبر نباشه قرآن کجاست؟ تصویری از وجود این آدمه، شأنی از شؤون این آدمه. اگه نشناسی پیامبر و قرآن رو نمیشناسی. شما پیامبر نمیشناسین، چیزی واسهتون نگفتن ازش. یه نفر پیدا شده تو این عالم، اول آخر خلقت رو دوست داشته، عاشقانه. اصلا نمیتونم، کلمه ندارم توصیف کنم پیامبر رو. از پیامبر واسه تو ناخون گرفتنش رو گفتن که سرگرمت کنم. مسخره کردید خودتون رو. برو سرگرمت کردم با این حرفا. تو حواست نباشه که این وجودش چیه. راهو میگم اشتباه رفتی، مسیر رو اشتباه رفتی. بشناسی جامعه رو کلا سرتون نذارن. میدونید چرا مردم مکه حاضر نشدن با پیامبر بجنگن؟ روشون نشد با پیامبر بجنگن. از بس ازش آقایی دیدن. نمیتونست مهربون نباشه چون مهربان بود. پیامبر نمیتونست مهربون نباشه چون بود.